استیون پاول جابز یکی از موفق ترین افراد شناخته شده در تاریخ ما بود. کسی که نه تنها بنیانگذار شرکت اپل بود، بلکه پدر تکنولوژی مدرن هم محسوب می شود. 1984 we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. اما یک نقطه مرموز در زندگی او دیده می شود، یعنی زمانی که او سرشار از ایده های جدید شد و کمپانی اپل را تأسیس کرد. شاید ماجرا از آنجا آغاز شد که او در سن 17 سالگی کتابی دریافت کرد به نام زندگی نامه یک یوگی، کتابی که به گفته خودش هر سال یک بار او را می خواند. استیون روز به روز با ایده های جدید دنیا را شگفت زده می کرد. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today. او کسی بود که انقلاب میکرو رایانه را آغاز کرد. تا اینکه او در اوج موفقیت آخرین نفس زندگیش را کشید. اما در مراسم یادبود او هدیه ای از طرف استیون جابز به حاضران داده شد. در واقع این آخرین هدیه او به طرفداران و دوستدارانش بود. بیشک مایلید بدانید که این هدیه چه بود. این هدیه چیزی نبود جز همان کتاب زندگی نامه یک یوگی. اما چرا استیون جابز این کتاب را همه ساله می‌خواند و وصیتش به دوستدارانش خواندن این کتاب بود؟ شاید این گفته مارک زاکربرگ اهمیت هدیه جابز برای شما را بیشتر نشان دهد. مارک زاکربرگ در حضور نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت که هنگامی که کمپانی او در حال نابودی بود، استیون جابز به او این کتاب را پیشنهاد کرد و به او گفت که به هندوستان سفر کند و از معبد خاصی بازدید کند. بله، سفر به هندوستان، بازدید از این معبد و ملاقات با مردی مرموز همان نقطه مرموز در زندگی استیون جابز است. استیون در سال 1973 و در سن 19 سالگی در کالج رایت در پورتلند مشغول تحصیل بود که به ناگه دانشگاه را ترک کرد و برای جستجوی الهام و روشنگری به همراه دوستش دانیل گوته به هندوستان سفر کرد. او برای دیدن نیم کارولی بابا به معبدی در دهلی نو رفت و سپس سفری را به شمال هندوستان و کوههای هیمالیا برای پیدا کردن یک مرد مقدس آغاز کرد. در نهایت او بعد از 4 ماه با سر تراشیده همچون راهبان به امریکا بازگشت و کمپانی اپل کامپیوتر را راه اندازی کرد. اما این کتاب مرموز چیست؟ کتاب زندگی نامه یوگی خواننده را با زندگی پاراماهانزا یوگاناندا و برخوردهای وی با شخصیت‌های معنوی آشنا می‌کند و در واقع این کتاب مقدمه‌ای است برای روش‌های دستیابی به خرد معنوی که برای اولین بار در سال 1946 منتشر شد. در این کتاب همچنین از شخصی به نام باباجی سخن به میان آمده است. کسی که در سال 203 بعد از میلاد به دنیا آمد و همکنون در هیمالیا مستقر است. تعجب کردید نه؟ بله، طبق کتاب زندگی نامه یک یوگی، باباجی حداقل صدها سال در مناطق دورافتاده هیمالیای هند درون غارها اقامت داشته است.
و فقط توسط تعداد کمی از شاگردان و دیگر اشخاص دیده می شود و بدون شک استیون جابز یکی از آنهاست. زیرا کسی که استیون و دانیل برای ملاقات با او به دهلی رفتند کسی نبود جز شاگرد نزدیک باباجی و آنها خوب می دانستند که او چندی قبل درون این معبد در دهلی بدن فانی خود را ترک کرده است. به همین دلیل بود که او برای دیدن خود استاد به هیمالیا سفر کرد. دو ویدیوی کوتاه از مصاحبه دانیل گوته وجود دارد که ماجرای سفر را به طور کامل توضیح می‌دهد. برای تماشا می‌توانید بر روی لینکی که در قسمت توضیحات قرار دارد کلیک کنید. برای خواندن این کتاب باید درک خود را به بالاترین حد ممکن برسانید و البته می‌توانید از 7 ویدیوی قبلی ما هم کمک بگیرید. برای مثال به این جمله که در این کتاب آمده است توجه کنید. خود را با قدرت خلاق روح تنظیم کنید. شما با اطلاعات هوشمند بی نهایت که قادر است شما را راهنمایی کند و همه مشکلات را برطرف کند در تماس خواهید بود. قدرت از منبعی پویا در وجود شما بدون وقفه جریان خواهد یافت تا بتوانید در هر حوزه فعالیتی خلاقانه عمل کنید. در ویدیوی ماتریکس دیدیم که انسان از جسم فیزیکی، مغز و حاله از انرژی تشکیل شده است که ما این حاله انرژی را روح می نامیم. و در ویدیوی انرژی کیهانی دیدیم که انرژی کیهانی شبها در اطراف ما زیاد است و ما، یعنی خود من واقعی یا همان حاله انرژی، این پرتوهای کیهانی را از طریق مغز دریافت می کنیم. که اگر در ساعت خاصی بیدار باشید و نکاتی که در ویدیوی چشم مشیت گفته شد را رعایت کرده باشید، نه تنها فردای خود را بلکه آینده خود را می توانید تغییر دهید. حالا این متن را دوباره بخوانید. ما قسمت‌های مهم از این کتاب را به فارسی در یک ویدیوی نوشتاری و یک فایل PDF آماده کرده ایم که با کلیک بر روی لینکی که در قسمت توضیحات قرار دارد می توانید ویدیو را تماشا کنید و یا PDF را دانلود کنید.